پیغام زیاد روی فیسبوک هم گذاشته بودید شما دوستان طی این چند ماهی که من از بند رها شدم. منتها چون من خاطره از سال 60 ندارم و با توجه به آلزایمرم فشار زیاد هم نمیتونم بیارم به خودم به دلیل میگیرن، باعث تحریک میگیرن همیشه، لذا یه خاطره یا دو تا خاطره خیلی کوچیک به یادم اومد برای اینکه درخواستتون رد نکرده باشم این رو براتون نوشتم که بخونم. این خاطره من خاطره ایست که منجر شد به نوشتن کتاب زندان در جمهوری اسلامی در سال 1364. من با دکتر وحید دستجردی رئیس هلال احمر آشنا بودم در ابتدای دهه 60. آشنایی من از اینجا بود که مردم درمانگاهی در رضوانی کرج که ما هم کارخانه و تأسیساتی در آنجا داشتیم ساخته بودند و تحویل هلال احمر شده بود و نیاز به پیگیری داشت تا کادر درمانی و از اینجور چیزها فراهم بشه. من با دکتر از طریق دوستان و آشنایان نزدیک شدم و آشنا شدم. گاهی همدیگر رو میدیدیم. ایشون رئیس هلال احمر بود و همسر دکتر حبیبی هم یکی از مدیر کلهاشون بودن. یه روز دکتر به من زنگ زد. گفت فلانی چند روز فرصت داری؟ گفتم داستان چی؟ گفت بیا تا برات بگم. خب اون میدونست که من در اطلاعات سپاه مستقرم، اطلاعات سپاهی که اون موقع مستقر بود در وزارت اطلاعات فعلی یا ساوامای فعلی که همون ساواک سابق باشه. ببخشید. دکتر جان خوب دقت کن ببین مشاهداتم چی بود. دوستان و هم فکراتون هم دقت کن، هرچند شما از همه بهتر رژیم رو میشناسید. وقتی سراغ دکتر رفتم لیستی به من نشون داد که میخوایم بریم زندان رو بازدید کنیم. دکتر وحید به خاطر جایگاهی که داشت از خارج کشور مرتب ایرانی ها و سازمان ها با او تماس میگرفتند، چون هم نگران بودند و هم برخی بچه هاشون در داخل گرفتار شده. یه وقت دیدم یه لیست بلند و بالایی در اختیار دکتره. خب اگر تفکر دکتر رو کنار بگذاریم خودش آدم خوبی بود. در این لیست افرادی بودن که گم شده بودن و دکتر بنا به وظیفه‌ای که داشت و فشاری که از بیرون روش بود به دنبال اونها میگشت. سه روز و نصفی از صبح تا عصر همراه دکتر تمام سوراخ سنبه ها توی اوین رو به همراه یه دادستانیچی گشتیم. از سلول ها، از راه روها، ساختمان مرکزی، بند ها، 325، دو علف امروزی، کل 240، اصل خونه زندان در زمان شاه که تبدیل به زندان شده بود که زیر پارکینگ فعلیه احتمالاً هم شده انبار، سالون تیراندازی، زیر زمین ها، کوریدور، یه کوریدور طویلی بین و مخفی بین اوین و هشت بهشت هست، اونجا رو رفتیم، ساختمان 350 فعلی و خیلی جا. خلاصه هر جای زندان رو که شما فکر کنید تا این سه روز و نصف ما گشتیم. و اما گوش کنید بشنوید مشاهداتم رو. اگر شما از پدر و یا پدر بزرگت سوال کنی حتما خواهد توانست سلاخانه ها رو بیشه سلاخانه های قدیمی رو برات تشریح کنه. بلا نسبت انسان ها و بلا تشبیه مبارزی در سلاخانه های قدیم، البته جدید همینطوره، وقتی وارد میشی
میبینی یه جو گوسفندها رو دارن سر میبرن بی جان، یکی در حال بریدنه، یک جا در حال بریدنه، تعدادی با طناب و قلاب به جون گوسفندای مرده افتادن، کشته شده افتادن، آویزونشون میکنن، یک جا در حال کندن پوستشون، یک جا روی زمین سلاخ ها مشغول باد کردن پوستن، خون و خونابه و از اینجور چیزا آتش‌خال و زمین رو گرفته، همه چکمه پوشیده، کارد در دست، یکی داره کاردش رو تیز میکنه، یکی پوست کنده داره شقه میکنه، یکی ساتور به دست در حال خرد کردن شقه هاست، یکی لاشه ها رو با گاری جابجا میکنه، یکی لاشه ها رو آب میزنه، یک جا لاشه ها رو مهر میزنه. خلاصه محشر کبراست، محشر کبرایی که میگن اینجاست، همه سیبیل از بناگوش در رفته. خلاصه غریبه قادر به تحمل این شرایط نیست، اونان که قادرن حتما باید سلاخ باشن و قصاب تا این شرایط رو دوام بیارن و تحمل کنن، لذا چشمت روز بعد نبینه. بعد از این 3-4 روز یک هفته این مریض شدم، چون حالت رودرویسی هم با دکتر داشتم، با دکتر که بودم خودم تحمل میکردم، یعنی این شرایطم رو تحمل میکردم، ولی بعد به شدت افتادم. دخترم، این شرایط رو در سلولها، کوریدورهای بندهای انفرادی، راهروهای ساختمان مرکزی تجسم کن. هزاران کتک خورده، شکنجه شده، دست و پا زخمی، پانسمان شده، بعضی به نظرم مرده بودن، یه جوری بودن، عده‌ای درازکش کنار راهرو، عده‌ای با دستبند آویزون از دریچه سلولا برای بیخوابی دادن، چشم‌ها به چشم‌بند و پارچه‌های معمولی بسته شده بود، عده‌ای با سب دست‌ها رو پشت هم گذاشته بودن و کورمار کورمار از جایی به جایی جا به جا می شدن. زن و مرد در نقطه به نقطه، همه جا پانسمون ها خراب، پاها عفونت کرده، بوی تعفن، خلاصه از هر طرف رد می شدی صداهای ضعیف و نحیفی از کتک خورده ها و شکنجه شده ها و تعذیر شده ها، موقع می گفتن تعذیر، به گوش می رسد. دختر و پسر، زن و مرد، کوچک و بزرگ، اونها هر صدای پایی رو میشنیدن با ترس و دلهوره میگفتن برادر، برادر، برادر دستشویی، برادر آب، برادر دکتر، برادر بازجو، برادر نگه، برادر، برادر میکرد. ببخشید. در مقابل افراد عبوری، نگهبانا، بازجوهای رهگذر از کوریدور کنار متعنی، خپشو، هیس، چشمند رو درست کن، چشمند رو بده پایین. واقعا محشر کبرا. خیلی از شما، اونایی که سنی ازشون گذشته دیگه جوان و خیلی پر انرژی نیستن، اینها رو در دهه 60 با چشمشون دیدن و تحمل کردن، چه بسا الان دارن این تشریحاتی که من میکنم رو تایید میکنن یا حتی اضافه بر این خاطره دارن، خودشون جزو قربانی ها بودن. در بخشهایی از این مجموعه از داخل اتاق ها صدای شلاق، صدای فریاد و ناله و بعد صدای نعره بازجو، خفشو، حرف بزن، تمامی تفاصیلی که در طول زندگی از صحرای محشر شنیده بودم برای مجسم شد. قیافه افراد ساواکی، قیافه افراد رو با اونا قیاس قرار میدادم، مقایسه میکردم. این همه سلول، این همه کوریدور، این همه اتاق، ولی مملو از زندانی. آیا در زمان ساواک همینطوری بود؟ زخمی، خون آلود، رفتاری که از ساواک در ذهن داشتم با
با رفتار اینو مقایسه میکردم، سعی میکردم مادامی که همراه دکترم ناخودآگاه به فکر فرو نرم که حساس بکنم دکتر. دکترم به شکلی سوال برانگیز گاهی به من نگاه میکرد، ولی سعی میکرد اعتماد به نفسش رو در نگاهاش حفظ کنه و حاکم کنه. آره دخترم، یکی میگویم تو هم صد تا بشنو، ولی هرگز نمیتوانم ذره از این صحنه و این صحنه ها رو آنطور که باید و شاید برات تشریح کنم. ولی بد نیست عزیزانم بدونید یک بار دیگر این صحنه رو پس از 25 سال مشاهده کردم. این صحنه هایی که دیدید اونجا براتون تشریح کردم، یه بار دیگه دیدم، شاید هم بدتر. فکر میکنم نیمه شب 26 خرداد 88 بود. ببخشید. تنها در سلول 240 خوابیده بودم. در دیگر سلول هم یک نفر و دو نفر و سه نفر خوابیده بودم. معمولا دو سه نفره بودم سلول. البته 240 همش پر نبود، خلوت بود. ناگو سر صدا شد. باور کنید صحنه های دهه 60 فراموش هم شده بود. یک باره طی چند ساعت هزاران نفر رو به سلول ها سرازیر کرد. همه دست و پا شکسته، همه سینه شکسته، همه سر شکسته. هر سلول مملو شد از زخمی. کفش هایی رو که از سوراخ های دریچه میشمردن 22 نفر، 23 نفر تو همون سلول یه نفری که من بودم انداخته بود. تمام کوریدور یک پارچه زندانی و این رکورد بود. چون سال 60 دهه 60 من تو اون 3-4 روز اینطور صحنه ها رو ندیدم که تو هر سلولی 23 نفر 22 نفر بندازن که در دهه 60 هم سابقه نداشت. ببینید ابتدای دهه 60 باید لنگ مینداخت جلوی این وضعیتی که به وجود آورده بود. نمیدونم تو سلولای 240 چطور اینا روی هم 23-4 نفر 22 نفر سوار شده بودن، چطور شرایط وحشتناک بود. این تعداد از بچه هایی شد، از بچه های حرکت های تظاهرات آرام و نجیبانه 25 و 6 خرداد که این گونه سرکوب شد. شنیده بودم در اتاقهای 350 در دهه 60 گاهی تا 110 نفر هم روی هم می‌ریختن. اتاقش بزرگ بود ولی اینجا سلول بود. چطور این خامنه‌ای دستور این سرکوب تظاهرات آرام و نجیبانه مردم بیدفاع رو صادر کرد؟ اون هم تا این سطح وحشت و جنایت در حدی بود که اصلا من این رو در ابتدای دهه 60 مشاهده نکردم. خیلی وحشت بود. از این موضوع بگذریم. اجازه بدید جمله هم در مورد آقا مصطفی شما بگم، مصطفی رجبی. آقا مصطفی، آیا میدونی پس از ضربه خونه مادرت، خونه موسا، وقتی در آغوش لاجوردی ملعون بودی، لابلای جنازه ها تو محوطه جلوی 209 جلوی بیمارستان فعلی اوین میچرخوندت، لاجوردی به تو چی میگو؟ و اینگونه شمر در دشت کربلا با بچه های کوچک رفتار میکرد. آره آقا مصطفی، فکر نمی کنم این جملات رو به یاد بیاری چون بسیار کوچک بودی، ولی شناسایی ها اکثرا این گونه انجام میشد از طریق بچه های کوچک. بیچاره موسا که به نامش یک جریان از طرف وزارت اطلاعات راه افتاد به نام راه موسا،
بله. بیچاره تر اونایی که اینو باور کرد. آری دخترم، آری فرزندم، چند روز گذشت تا توانستم خودم رو پیدا کنم. من از ابتدا در بخش بررسی اطلاعات سپاه بودم، پس از اون به زندونای مختلف رفتم تا در سال 64 کتابی تحت عنوان زندگی در جمهوری اسلامی نگاشتم که با مهر سری در کتابخانه وزارت اطلاعات جای گرفت. این کتاب خیلی روش تحقیق کردم تا نوشتم. همه جا رفتم با همین تمام صحبت کردم، با مسئولین زندان صحبت کردم، با کادرشون صحبت کردم و این شد مرجع مطالعات دانشجویان. البته نسخه‌ای هم از اون رو برای سران فرستادم، ولی در همون حدود یکی دو ماه بعد از این بازدیدم به همراه دکتر وحید دیدهایم رو مکتوب کردم و برای سران به ویژه خمینی فرستادم. او هیئت‌های زیادی رو به زندان فرستاد، همینطور اردبیلی به زندان فرستاد و شاید کنارگیری اردبیلی ناشی از همین مشاهدات و گزارشات بود. شاید هرچند تمامی جنایات در حکومت و رژیم در هرچند همه جنایات در حکومت و رژیم سرشکن میشه روی همه کارگزاران و همه مجریان، فرقی نمی‌کنه. آری دخترم، این بود و این است نتیجه حکومت اژدهای هفت‌سر زر و زور و تزویر. فرزندانم و شما همه دختران و پسران، قضاوت کنید آیا داعش نسل سوم این رژیم پدرخوانده نیست؟ آیا رژیم پدرخوانده و نسل اول داعش عربی نبود و نیست؟ داعش در قلب این رژیم است. داعش در قلب این رژیم است. داعش اصلی اینجاست. داعش اصلی اینجاست. سایه شومش بر سر ملت بیچاره ایران است و ملت هر لحظه داعش را لمس می کند. پدرخوانده داعش. در پایان ضمن درود بر همه قربانیان این رژیم سفاک، از شما میخواهم امانتدار خوبی باشی. سانسور بسیار زشت است. ما باشیم یا رژیم آخوندی، لطفاً بدون کم و زیاد این مطلب رو منتشر کن. من سعی میکنم برای برخی سایت‌های دیگه هم بفرستم. با درود بر همه مدافعین حقوق بشر.